فیلترینگ ایران تقسیم میشه به دو قسمت، قبل از دیدن این ویدیو و بعد از دیدن این ویدیو. سلام دوستای عزیزم، این روزایی که شاهد اختلال شدید توی آی پی های کلاود فلر هستیم، تصمیم گرفتم که یه سی دی ان دیگه معرفی کنم که به واسطه اون بتونید از این مشکلی که به وجود اومده خلاص شید. فقط قبل از اینکه شروع کنم از این دوستمون سگار رو تشکر میکنم، آیدیشو زیر هم ویدیو میذارم، حتما حمایت کنید، خیلی چیزای باحالی میذاره و خیلی آدم با سوادی و کمک میکنه توی این موضوع. ورکر کلاد فلر هم که قبلتر آموزش دادم که چجوری بتونید از گت فری نود کانفیگر رایگان بگیرید، کار این دوستمون بوده که همونجا هم معرفیش کردم، دوباره معرفیش میکنم. امیدوارم این ویدیو منو ببینه چون خودم خیلی با این ویدیو حال میکنم. خب سایتی که ما میخوایم قرار ازش به عنوان CDN استفاده کنیم جیکوره. شما وارد این سایت میشید، میایید توی قسمت Get Standard for Free و اینجا روی Go to جیکور پریمیر چی بود؟ نم چی بود؟ میزنید اینجا که وارد شدید میتونید اینجا ایمیل پسورد بزنید و واسه تون ایمیل بیاد تایید کنید. میتونید مستقیما با خود گوگل در واقع لاگین کنید. بعد اینکه لاگین کردید میگه پلن انتخاب کنید، با این پلن رایگانش رو انتخاب میکنیم که 1 ترابایت ترافیک توی ماه بهمون میده و 1 بیلیون ریکوست رو ساپورت میکنه. انتخابش میکنید و روی نکس میزنید. بعد اینکه پلن رو انتخاب کردید میاد روی کریت سی دی ان میزنید. خب اینجا روی کانفرم میزنید. آها راستی بچه، سگارو راهکار این که شما با کلاد فلر و این جی کور بتونید ورکر رو درست کنید و گفتم حتما توی توییترش ببینید راهکارش هست. خب اینجا از ما یه دونه آدرس میخواد. خب وارد کلاد فلرتون میشید و آدرس دامنتون رو کپی میکنید. کپی میکنید اینجا یه دونه ساب دامین واسش میذارید، مثلا من میذارم آرمانی، هرچی دوست داشته باشید میتونید بذارید، نقطه و دامنم. روی کانفرم میزنم. نیاز نیست توی کلاد فلر کاری که انجام داده باشید، فقط اینجا هر ساب دامینی که دوست داشتید مینویسید، بعدش هم دامنتون. دوستان فقط با دقت گوش بدید، مو به مو انجام بدید، یه جایشو اشتباه انجام بدید براتون جواب نمیده، پس حوصله کنید و صبر داشته باشید. خب ما اینجا میایم آی پی سرور رو اینجا وارد میکنیم. خب من هنوز سرور نساختم، میرم از توی هتسنر یه سرور میسازم. شما از هر جایی که دوست دارید میتونید سرور بگیرید. خب اینجا یه لوکیشن انتخاب میکنم، اوبنتوی 20 انتخاب میکنم، پلن پایه و ساختم. خب یه بار کپی میکنم، لاگین میکنم توی سروره. این ایمیل سروری هست که واسم اومده. خب من واسه وصل شدن میدونید دیگه الان همتون بلدید، با SSH آنلاین ترمینال کانکت میشم. شما با هر وسیله دیگه میتونید به سرورتون وصل شید، فقط مهمه که یک بار به سرور وصل بشیم و باید پنل XUI و نصبش رو انجام بدیم. من دارم رو سرور خام این کار رو انجام میدم. شما اینکه بخواید روی سرور خام انجام بدید یا روی سروری که روش برنامه هست، خودتون هر روی که صلاح میدونید عمل کنید. خب هتسن میدونید که یه بار پسورد ازتون میخواد. و مجدد تکرار پسورد و پسورد جدید. یه بار apt update دیگه، اینا رو همه تون میدونید. apt update و apt upgrade رو باید بزنید. من واسه اینکه راحت تر بتونیم دستورات رو این ور داشته باشم، یه بار اون در واقع اون صفحه‌ای که ازش XUI رو نصب کردم و میارم و از روی این کپی میکنم که راحت تر باشم. شما میتونید همین دستور رو کلا کپی کنید، همین کاری که من الان انجام دادم و انجام میده. وای میزنم. خب
خب صبر میکنیم این آپدیتش انجام بشه. خب بعد اینکه آپدیتش تمام شد میام و فقط خود پنل و دستور خود پنل رو میخوام، کپی میکنم، پیست، اینتر. اینجا هم یه دونه اینتر. خب الان آی پی سرورم رو بزنم با اون پورت 5 4 3 2 1 باید بیاد. آی پی سرور هم پورت 5 4 3 2 1 رو میزنم. اینجا یه یوزرنیمش که ادمین ادمینه دیگه، همتون میدونید، ادمین ادمین لاگین میکنم. خب میام اینجا توی ساخت کانفیگش یه به اضافه میذارم. هم میتونید ویمز هم میتونید ویلس بسازید. اینو میذارید روی وب سوکت. اینجا شما یه چیزی هرچی که خودتون دوست داشتید مینویسید، فرقی نمیکنه. و این پورت اینجا هم هر چیزی که دوست داشتید میذارید. من میذارم 1 2 3 4 5 و تایید، همینو میارمش توی ویتوره N. اینجا با کنترل V جایگزینش میکنم. خب یه بار روش یه کنترل T میزنید که تست انجام بده ببینیم همجوریش بس میشه یا نه. همجوریش بس میشه ولی یه سرعت خسته طوری داره. خب حالا چیکار میکنیم؟ میریم ادامه داستان. اینو کجا بودیم؟ اینجا آی پی سرورمون رو میزنیم. روی اد میزنید. اینجا روی کانفرم میزنیم. خب اینجا هم داره واسهتون توضیح میده که برید مثلا از کلاد فلر تغییرش بدید به این اگه خواستید مستقیم از در واقع دی ان اس های جی کور استفاده کنید، که باید برید این کار رو روی دامنتون انجام بدید، ولی من نمیخوام این کار رو انجام بدم. کانفرم میکنم. به صورت پیش فرض روی وب سوکت هست. اس اس ال هم جلوتر میگم که چجوری میتونید فعال کنید. کانفرم میزنیم. اینجا روی اوپن میزنید. خب اینجا که براتون باز میشه، اگه باز بشه، یه دور میایین پایین، اینجا روی این ادیت میزنید، ادیت ایز گروپ. اینجا از روی یوز دیفالت پورت برش میدارید و اینجا اون پورتی که توی کانفیگ زدید که 1 2 3 4 5 رو وارد میکنید، روی سیو میزنید. بعد از اون میاد توی دی ان اس. خب اینجا توی DNS روی این کلیک میکنید، روی این دامنه که ثبت شده توی این DNS هاش، روی این رکوردی که در ساب دامنه هست ادیت میزنید، روی این CDN اش کلیک میکنید، این آدرس رو کپی میکنید و میاید توی کلاد فلر میاید تو بخش DNS. اینجا کاری با من نداشته باشید، این رکورد رو دارم، شما فکر کنید اصلا هیچ رکوردی ندارید کلا. اینجا روی اد رکورد میزنم، تایپش رو میذارم سی نیم، اسمش رو میذارم همون ساب دامینی که گذاشته بودم، آرمانی بود یا چی بود؟ آرمانی بود، آرمانی. تارگتش رو پیست میکنم. این همین چیزیه که اینجا کپی کردیم دیگه. اینجا پیس میکنم، تیک پراکسیشو خاموش میکنم و روی سیو میزنم. خب اینو میبندیمش، اینم میبندیم و میایم توی سی دی انش. اینجا باید اکتیو باشد. اینجا میبینید این استاتوس، این باید اکتیو بشه تا کار کنه. میتونید خود اون دامین ساب دامینی که زدید
همینو کپی کنید، توی تب جدید بازش کنید. و آخرش چی زده بودیم؟ یادم نمیاد. آرمان زده بودیم. اینجا اینتر که بزنید ارور واسه تون میگیره، به خاطر اینکه هنوز اکتیو نشده. باید زمان بهش بدید تا این اکتیو بشه. حالا تا این اکتیو میشه، من اینجا از همین رکوردم یه دونه کپی میگیرم، یه کنترل سی کنترل وی میزنم، ازش یه کپی میگیره، میام اینجا ادیت میکنم، آدرسو میزنم اون دامین و ساب دامینی که اینجا بود، اینو میام اینجا وارد میکنم، رو پاک میکنیم. خب اینجا پورتو میذارید روی 80 و اوکی میکنید، کنترل تی میزنید. احتمالا چون هنوز اون ور اکتیو نشده اینجا بهتون تست نمیده. خب من صبر میکنم تا اکتیو بشه، بعد ادامه ویدیو رو میرم. من چون دارم توی 2 روز این ویدیو رو میگیرم، نصفش تا دیروز انجام داده بودم، نصفش امروز، اینجا توجه داشته باشید اکتیو میشه و آدرس رو که بزنید بعد بهتون بده که بد ریکوست. میایم توی ویتری انمون. خب این کانفیگ من با همون آدرسه که داره بد ریکوست میده اونور ثبتش کردم، پورت 80 میذارید و اوکی میکنید. اینجا کنترل تی میزنید، میبینید که داره به همون تست خوب میده. فقط یه نکته ای که اینجا هستش، روی همراه اول به هم تست رو داد، روی ایرانسل نداد. بهتون آخر سر میگم که چه روی ایرانسل اوکیش کنید. وارد بخش CDN مون میشیم، میاد پایین، میخوایم براش SSL بگیریم که بتونیم از TLS هم استفاده کنیم. دکمه SSL رو روشن میکنید و روی این Get SSL Certificate کلیک میکنید. تنها نکته ای که اینجا هستش، بعد صبر کنید تا این SSL انجام بشه. تستش هم اینطوریه که میاد اینجا HTTPS میذارید و اینتر که کنید بهتون میگه که SSLش مشکل داره، یعنی بهتون میزنه که ارور SSL پروتکل و صبر میکنید. باید بین 10 دقیقه تا نیم ساعت، بعضن هم 1 ساعت صبر کنید تا این SSL خودش اتوماتیک بگیره. بعد اینکه SSL بگیره دوباره بهتون میزنه که بد ریکوست و این قفل کوچولو رو کنارش میاره براتون. میاد یه دونه کپی میگیرید از این کانفیگ قبلیتون و توی این کانفیگ جدیده به جای پورت 80 میزنید 443 و این قسمت TLS هم روشن میکنید، اوکی میزنید و کنترل T. یه دونه تست ازش میگیریم، میبینید که داره تست با سرعت خوبی هم بهمون میده. البته TLS و خود کسی هم که اینو بهم یاد داد گفت که منابع زیادی از CDN میبره و بهتر استفاده نکنید. به نظر منم میتونید استفاده نکنید. این هم تست سرعتش توی یوتیوب، میبینید که خیلی راحت باز میکنه. یه اسپید تست هم در ادامه واسهتون میگیرم. این هم اسپید تستشه، البته دارید با سرعت بیشتری میبینید. سرعت ویدیو رو بیشتر کردم که زمانی ازتون گرفته نشه، چون قراره فقط یه دونه تست ببینید. پینگش هم با کنترل پی میزنم که میبینید پینگ خیلی خوبی میده. خب برای اون عزیزانی که مشکل دارن با مثلا ایرانسل، مثلا الان مشکل همراه اولشون حل شد، مشکل ایرانسل رو دارن، وارد اون آدرس XUI بشیم و اینجا بیایم مرحله گرفتن SSLش رو انجام بدیم. البته شما برای گرفتن SSL هر روشی که بلد باشید میتونید انجام بدید. من این روش رو در واقع مد نظرم بود، همیشه استفاده کردم، استندلون، و شما هر روش دیگه میتونید استفاده کنید. کافیه که SSH بزنید وصلشید سرورتون و مراحل رو دونه دونه مثل همون ویدیوهای قبلی که دیدید انجام بدید. دستورات رو کپی میکنید و توی سرور وارد میکنید. توی این دستور ایمیل هم وارد نمیکنم، همین دستور خودشون میزنم. شما هم میتونید کار کنید، دوست داشتید میتونید ایمیل خودتونم بزنید. یه دونه ساب دامین ایجاد میکنم واسه این کار، ای رکورد ایجاد میکنم، میزنم مثلا آرمان، توی آدرستون میشه آرمان دات اون دامنتون، آی پی ورژن 4 تون هم کپی میکنید و میارید توی این رکورد واردش میکنید.
من میخوام روی این ساب دامینه SSL رو بگیرم برای مثلا ایرانسلی که مشکل دارم. خب همین آدرس رو کپی میکنیم، یعنی آرمان.دات دامنتون رو، حالا شما هرچی زدید رو میبریم توی این دستور واردش میکنیم. دستور رو کپی میکنم، دیگه نمیرم نطفه دوینم باز کنم، همینجا به صورت موقت میذارمش. قسمت هاستات مای دامینش رو پاک میکنم و تایپ میکنم اون ساب دامینی که ایجاد کردم. دستور رو کلا کپی میکنم، آرمانش رو یادم رفت بزنه، دامینم رو زده بودم، ساب دامینم رو یادم رفته بود. خب دستور رو کامل کپی میکنم و میام توی سرورم وارد میکنم، اینتر میکنید. اینجا شروع میکنه به گرفتن در واقع سرتیفیکیت. حتما اینجا باید بهتون سکسس بده و این 4 تا خط سبز رنگ رو باید بهتون نشون بده. اینا رو با دستور بعدی میریم اینستالش میکنیم توی اون آدرس روت پرایوت کی و اون یکی دستوره. اینجا مجدد میخواد که آدرسمو وارد کنم، ساب دامین و دامینمو وارد میکنم، یادم نره اینجا آرمانو بزنم دوباره، میام آرمان اولش اضافه میکنم و کپی میبرم توی سرورم پیست میکنم. و توی اون لوکیشن که با این دوتا لوکیشن ما کار داریم، توی دستور قبلی هم دیدید، پیستش میکنم و اینستالش میکنم توی اون لوکیشن، فول چین و پرایویسی کی با آدرس با آی پی سرورم و پورت 5421 وصل میشم به سرورم. میام توی ستینگ پنلم و این دوتا آدرس رو باید وارد کنم. پرایویت کیو که اینجا میزنید، فول چین هم که توی این قسمت بالایش میزنید. اینو توی کانفیگ ها هم نیاز دارید که وارد کنید. سیو میکنید و ریستارت پنل. شما البته میتونستید با اون ساب دامین هم وارد شید با پورت 5421 و این کار رو انجام بدید. حالا من آی پی زدم، فرقی هم نمی کنه. آدرس دامینم رو میزنم با پورت پیشفرض پنل و وارد میشم. میبینید که SSL هم داره، اون قفله هست. ادمین رو میزنم و وارد میشم. توی ایمان لیستم میام و یه دونه ویمس میسازم. وب سوکت میذارم و TLSش هم روشن میکنم. اینجا آدرس سرتیفیکیت ها و دامینم رو وارد میکنم. من اینجا تست میکنم و جواب نمیگیرم، ولی آخرش جواب رو میگیرم. همین مراحل شما هم ببینید که ببینید بعد از پس خودتون بر بیایید و کارهای مختلفی انجام بدید، کانفیگای مختلفی رو بسازید، ببینید چی واسه تون جواب میده. من با همین ویمس خب تست میگیرم و میبینید که به هم تایم اوت میده، اصلا این کانفیگ کار نمیکنه. میرم پورت های HTTPS واسش تست میکنم ببینم با اونا جواب میده یا نه. با پورت 443 میبینید که داره جواب به میده، ولی خب سرعتش کمه. میتونید برید ویلس درست کنید با این ترکیب. من میرم ویلس XCL درست میکنم و واسم جواب. دو تا نکته، یکی این که توی ویدیوی بعدی اگه دوست داشته باشید بهتون میگم چجوری با اون کانفیگ جیکوری که ساختید بهتون 500 تا کانفیگ بده خودش با آی پی های خود جیکوره، که میتونید ازش تست بگیرید تا هر کدومش دوست داشتید استفاده کنید. یه نکته دیگه این که حتما این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و شیر کنید که بقیه هم بتونن اینو ببینن و استفاده کنن. این ویدیو ویدیویی نیست که فقط به درد ایرانی ها بخوره، من فکر میکنم به درد همه جاهایی که میخوان از ویتوری استفاده کنن یا از وی پی ان استفاده کنن بخوره. امیدوارم که دوست داشته باشید. زیر همین ویدیو هر سوالی بپرسید، دونه دونه جواب میدم. تا ویدیوی دیگه، خدایا رو نگهدارتون.